ازتون میخوام دیگه ننویسید دیگه تصویر سازی نکنید دیگه به آینده فکر نکنید همه اینا رو بذارید کنار بعدا سر فرصت برمیگردیم بهشون دلیل اینکه هنوز اون چیزهایی که میخواین توی زندگیتون تجربه بکنید و به دست نیاوردید این هست پس ازتون میخوام دیگه ننویسید دیگه تصویر سازی نکنید و به جاش این کاری که توی این ویدیو بهتون میگم رو انجام بدید چرا میگن شما باید دست بردارید از خواستن یه چیزی تا اینکه بتونید بهش برسید چرا باید خودتون رو رها بکنید از نتیجه‌ای که میخواین بهش دست پیدا بکنید از نتیجه اون چیزی که هدف و آرزوی شماست چرا تا زمانی که بهش وابسته هستیم به دستش نمیاریم ولی به محض اینکه فراموشش میکنیم یا دیگه از منتظر بودن خسته میشیم اون تجربه وارد زندگیمون میشه این یکی از پرتکرارترین سوالاتی هستش که از من پرسیده میشه و دوست دارم این ویدیو رو تا انتها ببینید برای اینکه میدونم میتونه خیلی کمکتون بکنه و شاید بتونی یک نگرش جدیدی بهتون بده نسبت به این موضوع یکی از مهمترین نکاتی که باید بدونیم برای اینکه بتونیم چیزهای مختلفی رو وارد تجربه این دنیامون بکنیم یا به قولی جذبشون بکنیم این هستش که باید دست بکشیم از خواستن اونها یعنی ما میتونیم اونها رو برای مثال ببینیم احساس خوبی نسبت بهشون داشته باشیم ولی از خواستنشون باید دست بکشیم یعنی چی یعنی من هر زمانی که این احساس رو دارم که میخوام یک چیز جدیدی وارد زندگیم بکنم اگر احساس غالبم نسبت به اون موضوع این باشه که اون در زندگی من نیست یا باید وارد زندگی من بشه تا من یک تجربه خاصی رو داشته باشم تا من بتونم احساس بهتری داشته باشم ما داریم فرکانسی رو فعال میکنیم از این منظر که اون موضوع توی زندگی ما وجود نداره و ما بهش نیازمندیم و ما بهش وابسته هستیم پس یکی از نکات خیلی مهم این هستش که اکثر افراد به این فکر میکنن که من باید اون رو داشته باشم حالا اون هر چیزی که هست هدف شما خواسته شما تا بتونم زندگیم رو بهتر بکنم تا بتونم زندگیم رو ارتقا بدم زندگی من حال من زمانی بهتر میشه که فلان چیز وارد زندگیم بشه برای چی؟ برای اینکه الان حال روز من رو ببین ببین الان من چه تجربه ای دارم توی اون زندگی و چیزی که میخوام خیلی بهتره خیلی فراتر از تجربه الانمه پس من به هیچ وجه نمیتونم این زندگی رو تغییر بدم تا زمانی که به اون خواسته اصلیم برسم پس ما نمیتونیم هیچ وقت یک چیزی رو یک موضوع رو یک هدفی رو وارد زندگیمون بکنیم اگر بهش وابسته هستیم برای اینکه زمانی که بهش وابسته هستیم ارتعاش و فرکانس نیاز و نداشتن رو داریم توی این دنیا بیشتر و بیشتر میکنیم پس شما نیاز دارید یا بهتر بگم شما باید دست بردارید از خواستن یک موضوعی دست بردارید از طرز فکر اینکه من به یک چیزی نیاز دارم تا زندگی الانم رو ارتقا بده من نمیتونم با زندگی الانم دوست نباشم ازش بدم بیاد ازش متنفر باشم و تصور بکنم که در آینده من میتونم زندگی بهتری بسازم من الان در جایی که هستم اگر دوستش ندارم دارم فرکانس و ارتعاش دوست نداشتن رو میفرستم دارم فرکانس و ارتعاش این رو میفرستم که من نیاز دارم به اون آینده که دارم توی ذهنم تصورش میکنم که بیاد که مشکلات رو حل بکنه من نیاز دارم به اون رابطه عاطفی که بیاد من رو از تنهایی در بیاره من نیاز دارم به اون شغل که بیاد و مشکلات من رو حل بکنه مشکلات اقتصادی من رو حل بکنه یکی از دلایل این که آزم که توی رابطه عاطفی بدی بودن رابطه بعدی که جذب میکنن یا وارد زندگیشون میشه بدتر از رابطه قبلی هست این هست دقیقا برای اینکه شما یک تجربه بدی داشتین و به خودتون زمان ندادین که حالتون رو خوب بکنید توی اون حال بده اومدین یک آدمی رو وارد زندگیتون کردین که بدتر از قبلی هست پس یکی از دلایل این که شما تصویر سازی میکنید شما مینویسید شما آینده رو میبینید شما ویژن بورد درست میکنید ولی اون چیزهایی که وارد زندگیتون میشن اصلا هماهنگی با خواستتون ندارن این هست این هستش که شما به قدری به اون خواسته به اون هدفه به اون تصویر وابسته هستید بهش نیازمندین و همیشه گفتم شما اون چیزی رو وارد زندگیتون میکنید که هستید نه اون عکسی که رو دیوار زدین نه اون تصویری که توی ذهنتون میبینید برای چند دقیقه نه زمانی که مدیتیشن میکنید چشماتون رو میبندید و یک جای دیگه هستید نه اون چیزی که روی کاغذ مینویسید هیچ کدوم از اینها فایده نداره تا زمان اینکه شما احساس نکنید که نیازمند خواستتون نیستید برای اینکه تا زمانی که این احساس رو دارید در اون جایگاهی که قرار دارید هر کجا که هست هر چیزی رو که میخواین به دست بیارید فقط همون تجربه رو یا بدتر از اون تجربه رو به دست میارید حالا چطوری میتونیم این تجربه رو عوض بکنیم تکنیکی که باید انجامش بدیم برای اینکه این چرخه رو متوقف بکنیم چی هست چند وقتی پیش کتابی میخوندم و یک جمله خیلی قشنگ توش نوشته بود جمله اینجوری بود تقریبا ترجمهش به زبان فارسی که برای اینکه بتونیم خواسته هامون رو توی این دنیا به دست بیاریم و تجربه شون بکنیم باید باید توانایی رو داشته باشیم که احساس نیاز به اونها رو متوقف بکنیم و برگردیم به لحظه حال و حتی شده یک چیزی رو پیدا بکنیم که باعث لذت بردنمون از لحظه حال میشه این تنها تکنیکی هستش که شما میتونید باهاش این مشکل رو حل بکنید خیلی از آدم ها این اشتباه رو میکنن که فکر میکنن من اگر الان از جایی که هستم هر چقدر هم که دوستش ندارم لذت ببرم شکرگزار باشم حالم باهاش خوب باشه این به این معنی هستش که من دارم به کائنات میگم من اینجا حالم خوبه دیگه لازم ندارم تو به من یه زندگی بهتر بدی دیگه لازم ندارم تو به من یک شغل بهتر بدی حال من رو خوب بکنی و دقیقا اشتباه 90 درصد آدم ها اینجاست آدم ها فکر میکنن باید به جنگن تا اثبات بکنن به کائنات به خودشون به هر اون چیزی که بهش باور دارن که من اینجا حالم خوب نیست و من اینقدر می جنگم و من اینقدر مشت به این دیوار آهنی می کوبم که یک تغییری در زندگی من ایجاد بشه و این آدم ها که مطمئنم شما هم توی زندگیتون خیلی امثال اینها رو دیدین زندگیشون بدتر و بدتر میشه و پس رفت میکنن چرا؟ برای اینکه متوجه نشدن شما تنها زمانی میتونین این چرخه رو تغییر بدی که با الان با اون چیزی که هستی به صلح برسی و به صلح رسیدن به این معنی هستش که من بگردم تو زندگی الانم حتی یک دلیل پیدا بکنم برای اینکه خوشحال باشم با زندگیم برای اینکه شکرگزار باشم برای اینکه حالم خوب باشه پس این به این معنی نیستش که من اگه اینجا حالم خوبه حتی اگر تو بدترین جای دنیا هستم این به این معنی هستش که من دیگه هیچی بهتر از این نمیخوام و قرار هست از این به بعد توی زندگیم در جا بزنم حالا میخوام بهتون دو تا تکنیک یاد بدم که باهاش میتونید خودتون رو محک بزنید که آیا شما همچنان به اون نتیجه وابسته هستید یا نه اولیش این هستش که گهگاهی از خودتون میپرسید پس کجاست پس چرا نیست پس چرا نمیاد پس روزا دارن میگذرن و من همچنان یک موضوع رو تجربه نکردم اون آدمه نیومده پولی که دارم به دست میارم بیشتر نمیشه مشکلات هم داره بیشتر میشه اگر همچین سوالایی رو دارین از خودتون میپرسید به این معنا هستش که شما همچنان وابسته هستید به نتیجه نکته مهمتر اگر نمیتونید یک تصویر ذهنی درست نسبت به اون موضوعی که میخواین داشته باشید تصویرسازی درستی انجام بدید این هم به اون معنا هستش که شما وابسته هستید به اون چیزی که میخواین چرا برای اینکه نتونستید هماهنگ هم بشید با ارتعاش و فرکانس خواستتون حالا پیشنهاد من به شما مهمترین کاری که میتونید انجام بدید اگر دارید همچین الگوهایی رو تجربه میکنید این هستش که فقط در زمان حال حضور داشته باشید سعی بکنید برای یک مدتی به هیچ چیزی فکر نکنید هیچ چیزی رو نخواین، خواسته ای نداشته باشید، برای یک مدتی هدفی نداشته باشید و فقط تمام توجه و توانتون رو بذارید روی اینکه حالتون رو خوب بکنید. به خودتون بگید من میدونم فلان اتفاق برام میفته. نمیخوام بدونم کی، نمیخوام بدونم چطوری، نمیخوام بدونم از کجا قرار این کمک به من برسه میدونم این اتفاق میافته و تمام و تمام توجه و انرژیتون رو بذارید روی اینکه حالتون رو خوب بکنید روی اینکه در لحظه حال باشید از زندگیتون اون جایی که هستید لذت ببرید پس ازتون میخوام دیگه ننویسید دیگه تصویر سازی نکنید دیگه به آینده فکر نکنید همه اینا رو بذارید کنار بعدا سر فرصت برمیگردیم بهشون اول باید حال شما خوب بشه اول باید احساس درونیتون خوب بشه برای اینکه شما از یک سطح پایین از یک انرژی پایین از یک فرکانس پایین هیچ وقت نمیتونید به یک چیز بهتر برسید و تنها کاری که دارید با این کار انجام میدید این هستش که تجربیات بد و بدتری رو وارد زندگیتون میکنید برای یک مدتی تک تک اینها رو کنار بذارید هر وقت که حالتون خوب شد هر وقت تونستید به این سطح برسید که حالم با اون جایی که هستم خوبه با اون چیزی که دارم خوبه حتی تونستم یک دلیل فقط پیدا بکنم که حالم رو بهتر بکنه این زمانی هستش که میتونید برگردیم به روتینی که داشتید چه کارهایی رو انجام بدید از خودتون مواظبت بکنید ورزش بکنید به بدنتون برسید غذای درست بخورید یا سعی بکنید اون چیزهایی رو پیدا بکنید که شما رو قراره در رسیدن به هدفتون کمک بکنه یک مثال براتون میزنم اگر هدف شما مهاجرت کردنه شما هر جایی که برید لازم هست به زبان اونجا صحبت بکنید پس حتی اگر قرار شد کنار بذاریم تمام کارها رو بیایم به سمت هدف مناهسته حرکت بکنیم منی که میخوام مهاجرت بکنم باید به زبان اون کشور تسلط داشته باشم پس بیام به جایی که آهوناله بکنم که چه زمانی میتونم مهاجرت بکنم زبانم رو تقویت بکنم بیام در راه رسیدن به اون هدف یک قدم درست بردارم و کلید اصلی ویدیو امروز ما تصویرسازی بکنید بنویسید مدیتیشن بکنید خودتون رو تو اون آینده که میخواید تصور بکنید به شرط اینکه نخواهید از خودتون دائم بپرسید کجاست چرا نمیاد کی میاد چرا من همچین آدمی رو ملاقات نمی کنم اگر این سوالا رو از خودتون نمیپرسید اگر وابسته نیستید به نتیجه‌ای که قرار هست دریافت بکنید این به این معنا هستش که حال شما الان اونجایی که هستید خوبه پس شما وابسته نیستید پس میتونید همه این کار رو انجام بدید اما اگر دائما دارید با خودتون کلنجار میرید گریه میکنید ناراحتین احساس میکنید که ساعتتون داره تیک تیک میره جلوتر و شما از دنیا عقب موندید پس چرا این اتفاقا نمیفتند به این معنا هستش که شما وابسته اید شما نیازمندید شما کم دارید اون چیزهایی که دوست دارید به دستشون بیارید شما باید اونها رو وارد زندگیتون بکنید تا بتونید یک حال بهتری رو تجربه بکنید پس الان با اون چیزی که هستید با اون جایی که هستید خوشحال نیستید ناراحتید پس شما اون ناراحتی رو جذب کنید و اون رو توی زندگیتون بزرگ و بزرگترش میکنید آینده زیبایی که میخواین تجربهش بکنید با زمان حال شروع میشه نمیتونید از الانتون از حال متنفر باشید و توقع یک آینده درخشان و خوب رو داشته باشید شما اگر از الانتون متنفر باشید یک آینده ای رو به دست میارید که ازش متنفر ترید و این قانونی هستش که خیلی از افراد بهش توجه نمی کنن و بعد در عجبن که چرا چیزهایی که در آینده به دست اووردن وقتی به گذشته فکر میکنن و تجربهش کردن بدتر و بدتر از زمان حالشون بوده متاسفانه شما باید با زمان حالتون به صلح برسید و تا زمانی که هستن آدمایی که اذیتتون کنن شرایطی که ناراحتتون کنه قر بزنید نق بزنید نیازمند باشید و فکر بکنید که چرا نیست نمیاد پس کجاست پس چرا نمیاد که زندگی من رو بهتر بکنه شما فقط اون حال رو به دست میارید و حتی بدتر و بدتر اون چیزی که الان ندارید رو اون نداشتنه رو توی آینده تجربه میکنید پس تصویرسازی کردن، نوشتن، دیدن، ویژن بورد درست کردن همه روش های خیلی خوبی هستند که میتونن به شما کمک بکنن که به اون فرکانس خوب برسید. اما ده درصد قضیه هستن. اینا هیچ کدومشون همه ی قضیه نیستن. همه ی داستان شما نیستن. و متاسفانه شدت زندگی الانتون به قدری بالا هست که شما ده دقیقه 20 دقیقه اون کارا رو انجام میدید و بعد وقتی به حال برمیگردید و تفاوت اون چیزی که الان هست با اون چیزی که میخواین در آینده داشته باشید رو میبینید تمام اون کارهایی که کردین رو از بین میبره پس برای همین هستش که بهتون میگم خیلی از شما این کارها رو انجام میدید ولی هیچ نتیجه ای نمیبینید برای اینکه درگیرید برای اینکه دائما میخواین به خودتون اثبات بکنید که من هرچقدر مشت محکمی به این دیوار آهنی بکوبم یک فرجی میشه و یک راهی برای من باز میشه و من میخوام بهتون بگم امکان نداره این اتفاق بیفته شما تا زمانی که با الان به آرامش نرسید به صلح نرسید یک دلیل پیدا نکنید برای اینکه شکرگزار الان باشید حالتون با الان تون خوب باشه نمیتونید به اون چیزی که میخواین در آینده دست پیدا بکنید پس این تکنیک ها خوب هست ولی همه یه کار نیست برای اینکه شما یک مدت کوتاهی انجامش میدید بعد برمیگردیم به زندگی هستیتون و میبینید چقدر تفاوت هست بین اون چیزی که من میخوام و اون چیزی که قراره تجربهش بکنم و نمیتونید این به قولی اختلاف سطح رو پر بکنید و بعد ناراحت و ناراحت تر میشید پس تنها راهی که میتونید این چرخه رو متوقفش بکنید این هستش که همه این کارها رو کنار بذارید اگر بهشون وابسته هستید یک دلیل برای اینکه حالتون خوب بشه الان هر کجایی که هستید هر شرایطی که دارید پیدا بکنید و به اون دلیل سفت بچسبید و انقدر اون دلیل براتون محکم و پررنگ بشه که برای یک مدتی دست بکشید از تمام اون آیندهه چرا چون الان شما حال امروز شما اون آینده رو میسازه اگر امروزت خوب نیست اصلا آینده رو فراموش بکن اگر توانایی این رو نداری که با خودت تمرین بکنی تکرار بکنی و به خودت این رو بقبولونی که من الان باید حالم خوب باشه که اون آینده خوب بیاد اون آینده خوب متاسفانه نمیتونه بیاد و اون آینده میشه حالی که حتی بدتر از تجربه امروز هست پس کاری که باید انجام بدین این هستش که بگردین دنبال حتی شده یکی دلیلی که حالتون رو خوب میکنه به خودتون برسید کتاب بخونید ورزش بکنید بیرون برید هر اون چیزی که حالتون رو خوب میکنه هر اون چیزی که شرایطتون رو هر چقدر هم که بد میتونه یک ذره بهبود بده که حال رو الان رو بتونید راحتتر هضمش بکنید هر چقدر که با الانتون حال بهتری داشته باشید در آرامش بیشتری باشید به صلح رسیده باشید چیزهای بهتر و بهتری در آینده به دست میارید و این یکی از مهمترین نکاتی هستش که میدونم خیلیاتون برعکس انجامش میدید و از یک حال ناخوشایند توقع یک آینده خیلی گل و بلبل و زیبا رو دارید و متاسفانه همچین چیزی اتفاق نمیفته پس ازتون از از میخوام اون دلیله رو پیدا بکنید اون چیزی که حالتون رو خوب میکنه اون چیزی که بهتون امیدواری میده اون چیزی که حال رو زمان حال رو زندگی الان رو میتونه براتون یک ذره خوشایندتر بکنه